درود سلام خدمت شما دوستای عزیز، شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگیم در یکی از برنامه های امروز ما از چینل راسکرافت. موضوع برنامه امروز ما آکوزاتیو است، یا من حالات مفعولی مستقیم در زبان آلمانی گفته میشم. ما در برنامه قبلی یا در ویدیو قبلی در مورد حالات زبان آلمانی که چهار نوع حالات وجود داشت یا چهار نوع فعل وجود داشت یک بحث مختصر داشتیم. حالا در این ویدیو میخوایم فقط در مورد آکوزاتیو بحث بکنیم که آکوزاتیو یا حالت مفعولی چی است، مثال هایش کار بکنیم، ضمایری که در این بخش وجود داره اونا رو باید کار بکنیم. میریم پیش میریم و از شما تقاضامند هستیم که برنامه را تا آخر تماشا کنین و اگر با ما عضو نیستین لطفا سابسکرایب کنید و نظراتتون را از طریق کامنت بر ما بنویسین. Akkusativ. Die Frage nach dem Akkusativ lautet immer wenn oder was. Ob سوالی که اکوزاتیو ساز می باشه یا سوالی که مربوط به اکوزاتیو میشه when و was است. When کی و was چی. حالا چند مثال کار میکنیم که تا بر شما واضح تر شوه. Beispiel. When suchst du? کی را ملاقات میکنید؟ ببینید when کی گفتیم کی وقتی که سوال شده که کی را ملاقات میکنیم بناهن جواب ما همیشه با اکوزاتیو داده میشه. ich suche den Mann. when suchst du کی را جستجو میکنید؟ سبب بخشید اشتباه کردم، من فکر کردم شاید when besuchst du هو را میشه که بگویم when besuchst du کی را ملاقات میکنید، و یا بگویم when suchst du کی را جستجو میکنید. ich suche den Mann، من مرد را جستجو میکنم. در اینجا اگر متوجه شوین آرتیکل من چی است؟ دیر است. وقتی که گفتیم اگر با when سوال شود جواب ما اگر ما بتیم بنان آرتیکل من که دیر است به den تبدیل میشه. ich suche den Mann یا ich besuche den Mann، هر دو صورتش اکوزاتیو میشم. و مثال بعدی، خب was hast du gekauft. ما گفتیم دو سوالی که مربوط اکوزاتیو میشه یا مربوط حالت مفعولی میشه چی است؟ when و was بود. whenش هم مثالش کار کردیم، حالا was hast du gekauft، چی خریداری کردی یا چی خریدی. when triffst du heute، امروز کی را ملاقات میکنید. when هست تو بزوخت، کی را شما ملاقات کردید. جواباش حتما میفهمین دیگه. ich habe ein auto gekauft، ما یک موتر خریداری کردم یا یک ماشین خریداری کردم. ich treffe heute meine mutter، ما امروز مادرم را ملاقات میکنم. ich habe heute meinen bruder besucht، ما امروز برادرم را ملاقات کردم. خب گفتیم اکوزاتیو یا حالت مفعولی، مفعول کی را گفته میشه؟ یکی ما داریم فاعل کننده کار و مفعول انجام کاری که بالایش انجام داده میشه. وقتی که میگیم when suchst du ich suche den Mann، ich در اینجا میشه فاعل کننده کار و den Mann انجام و den Mann یا der Mann امو مفعول گفته میشه که کار بالایش انجام داده میشه. بنان از او خاطر میگن که حالت مفعولی یعنی خاص مفعول تغییر میکنه، فاعل در جای خودش قرار میگیره. فاعل همون ویر است که ویر ما شما در چهار حالت خواندیم که سوال که مربوط نامنتیو میشد اگر یادتان باشه ویر است. و ویر کی است؟ ایش. اینه ایش که شما میبینین یا کلش کی است؟ ویر است، یعنی من، تو یا او. خب انشاءالله که براتان ای سوالا و ای جملات براتون واضح شده باشه. اگر در این بخش شما سوال داشتین میتونین از طریق کامنت بر ما بنویسید، انشالله کمک میکنیم که جواب بدیم براتون. میریم پیش. خب ما در زبان آلمانی bestimmte آرتیکل داریم. اینجا یک اونش از پیش مانده، بسیار ببخشین خون مشکل تایپی هستم. اینجا باید یک اون میامد که اون سپیش مانده، یک یو میگیره و یک دانم ان میگیره که میشه اون بشتیمت. اون بشتیمت آرتیکل و بشتیمت آرتیکل. خب یک جدول دارم. ما شما گفتیم در زبان آلمانی
4 کتگوری یا 4 بخش از اسم ها وجود داره که ماسکولین، فمینین، نویتروم و پلورال یا میتال میگن. که ماسکولین دیر است، فمینین دی است آرتیکلش، نویتروم دست است و پلورال یا میتال دی است. در بشتیمت آرتیکل دیر اکوزاتیف تبدیل میشه به دن و فیمینین تبدیل میشه به دی، دیگاهش در حالت خودش میمانه، تغییر نمیکنه. شما اگر یک نقل بسیار خوب یا یک کمک خیلی آسان در زبان آلمانی و در بخش اکوزاتیف اگر بر شما بتوم، در بخش اکوزاتیف یا در بخش آرتیکل ها فقط یک دیر به دن تبدیل میشه، دیگه تمام آرتیکل ها مانند نومیناتیو در حالت خودش قرار میگیره، یعنی تغییر نمیکنه. بنابراین گفتیم ماسکولین دیر دن تبدیل میشه و اون بیشتر تو آرتیکل این میشه. و ما شما دو بخش دیگه هم داریم در بخش آرتیکل ها، که یکی داریم پوزیسیون آرتیکل که ملکیت را نشان میده، ماینن، داینن، زاینن، کاینن، و یکی نگاتیو داریم که کاینن منامیده، یعنی هیچ از هیچ کس. گورا اگر شما این قانون را یاد بگیرین، او برتان آسان تر میشه و واضح تر برتان میشه. خب یک مثال در این بخش هم کار میکنیم. واس کافست تو؟ چی میخری؟ یعنی در حالت خریداری چی هستی؟ چی میخوای بخری؟ در اینجا میخوایم آرتیکل را استفاده بکنیم. ایش کافه اینن اپفل. آرتیکل اپفل چی است؟ دیر است. بنابراین چی میشه؟ ایش کافه اینن اپفل یا ایش کافه دن اپفل. اگر یک سیب ماندگی باشه اشاره میکنه ایش کافه دن اپفل، بنابراین در اینجا آرتیکل دیر اپفل میشه با دن اپفل و اینن اپفل یا کینن اپفل اگر استفاده بکنیم. هیچ نمیخرم، ایش کافه کینن اپفل، من هیچ سیب خریداری نمیکنم. خب این جدول خیلی مهم است، در اکوزاتیفی را باید شما 100% حفظ بکنین و این قانون ها را حفظ بکنین، مسئله بعدیش براتون آسان تر میشه. پیش میریم. پرسونال پرونومن ام اکوزاتیف، این هم خیلی مهم است که ایران باید شما حفظ بکنین که ضمایر شخصی در حالت مفعولی چی است، چگونه تغییر میکنه و چگونه استفاده میشه، مثالاش چگونه است. و پیش میریم. در این جدول بر شما ما یک بخش از نومیناتیو است که ایش دو ای زی اس و ای زی است، و در جدول دوم یا در کالوم دوم بر شما اکوزاتیو را ذکر کردیم که تغییراتش را براتون نشان میده، و در جدول سوم در بخش سومش پیش بیل است مثال هایش از کار کردیم. خب در اکوزاتیو ایش تبدیل میشه به میش، یعنی ضمیر شخصی من یا ایش میشه میش، از دو میشه دیش، از ار میشه ان، و مطابقیش نوشته است، خودتون میتونین که بخونین و حفظش بکنین. مثالش هم براتون آسان تر ساختم، مثالای آسان را دیگه براتون ذکر کردم که براتون واضح تر شوه و بتونین درست تر یاد بگیرین. خب مثلا دو وارت استاف میش گفتیم چیز؟ ضمیر شخصی اکوزاتیف میش است، دو وارت استاف میش، تو یا شما یا تو انتظار ما را میکشین. بزوخت تو میخ یا وارتست تو آف میخ هم میتونیم بگویم وارتست تو آف میخ، آیا انتظار ما را میکشیم؟ در دو دیش ایش ترف دیش، ما تو را ملاقات میکنم. اگر سوال بخوایم بکنیم ترفست تو میخ هم میشه سوال بکنیم، یا ما یک مثال دیگه برای شما آوردیم، وان روفت ایا دیش ان، او با شما چه وقت زنگ میزنه یا تماس میگیره. همین رقم ار در نومیناتیف ار گفته میشه، در اکوزاتیف این میشه. ایش لاد این اویتا هن، ما او را امروز دعوت میکنم. وان لادست تو این ان، چه وقت او را دعوت میکنی؟ او یعنی ار یا این، او پسر را یا او بچه را. زی که مربوط ضمیر شخصی زن میشه یا دختر میشه و در اکوزاتیف تغییر نمیکنه. ایش لیب زی، لیبست تو زی، ما او را دوست دارم، آیا او را دوست داریم؟ اس، ایش مگ اس، اس امو اشیای به جان را گفته میشم. با و ما تبدیل میشه به اونس، زوخست تو اونس، آیا ما را جستجو داریم؟ ای میشه آیخ و میشتن آیخ ترفن، ما میخواییم شما را ملاقات کنیم، شما ها را، یعنی جمع بالاتر از دو نفر را، بیشتر از دو نفر را میخواییم ملاقات بکنیم. وان زول وی آیخ ترفن، چه وقت ما شما ها را ملاقات کنیم. زیه که هفلیخ است یا شما منامتا، ایش روف زین سفای شتوندن ان، ما شما را تا دو ساعت دیگر
زنگ میزنم یا با شما تماس میگیرم. زولیک زی انروفن، آیا با شما تماس بگیرم یعنی با شما زنگ بزنم؟ این جدول رو هم حفظ بکنین. یک بخش خیلی مهم از آکوزاتیف است که پرسونال پرونومن گفته میشه. میخ، دیخ، این، زی، اس، اونز، آیخ، زی و مثالهایش هم کار بکنین. پیش بریم. واس مخت آکوزاتیف. خب آکوزاتیف سازها بشمار است، اما سه بخش خیلی مهم از حالات زبان آلمانی است یا از راه های زبان آلمانی است که میتونه آکوزاتیف بسازم. شماره اولش وربن است. خب تقریبا اگر اشتباه نکنم بالای 60% از افعال در زبان آلمانی تمامش آکوزاتیف است، یعنی 100% آکوزاتیف است. هر جایی شما ای افعال را دیدین یا فعل را دیدین مستقیم آرتیکل اسم آکوزاتیف تبدیل میشه، بدون از اینکه فکر بکنین یا بدون از اینکه مثلا فکر بکنین که داتیف میشه یا گینیتیو میشه. نه، ای افعال 100% چی هستن؟ آکوزاتیف هستن، مثل بزوخن، کاوفن، انشاون، فرکاوفن و سو ویتر و او اس و مونومتا اون سو ویتر یعنی و غیره و غیره. شما میتونید که جدول در گوگل هم بنویسین و ما اگر وقت و شاید که در بخش دیسکریپشن هم برتون ذکر بکنم اونجا لیست شب بگذارم یا حداقل لینک شب بگذارم که بتونین شما پیدا بکنین جستجو بکنین. ایره شما باید حفظ بکنین افعال که تمامش آکوزاتیف ساز است، یعنی آکوزاتیف مربوط آکوزاتیف میشن. قسم یادآوری کردم بالای 60% افعال آکوزاتیف است. مثلا ich besuche meinen bruder، آرتیکل برودر چی است؟ در است. ich besuche meinen bruder گفتیم افعال بزوخن آکوزاتیف است. هر جایی که بزوخن استفاده شد قبلش خب قبل از اسم فاعل می آید و بعد از فعل که بزوخن است همیش آکوزاتیف استفاده می شم. ich besuche meinen bruder، ich besuche meine mutter، ich besuche meinen freund، ich besuche نمیفهمم meine frau، meine freundin و so weiter و غیره و غیره. این بخش اول بود که گفتیم افعال وجود داره که تمامش آکوزاتیف است. لیستش شما از گوگل پیدا بکنین. شماره دوم verben plus prepositionen، افعال. خب بعضی افعال است که فکس با خود پروپوزیشن داره یا پروپوزیشن داره. پروپوزیشن به زبان انگلیسی میگن، پروپوزیشن به زبان آلمانی میگن یا حرف اضافه میگن. افعالی که فکس با خود همیش یک حرف اضافه میداشته باشه، مثلا warten auf، sich freuen auf، sich bedanken für. هی هم یک تعداد از افعال اونقدر زیاد نیست، شاید بالای 30 یا 35 40 فیل باشه که پروپوزیسیون یا حرف اضافه با خود داره. این لیستش هم براتون من لینک شده بخش مشخصات میگذارم، میتونین که شما از اونجا ایرم جستجو بکنین و یک بار مرور بکنین. دیگه این افعال هم که در هر جای دیدین این فعل را دیدین با حرف اضافهش، این آکوزاتیف است 100%. مثلا sich bedanken für، از چیزی تشکری کردن از کسی، چیزی مثلا برای شما یک نفر تحفه خریده، تحفه براتون هدیه داده، از پیش تشکری میکنیم. ich bedanke mich für das geschenk، ما از بخاطر این تحفه از شما تشکری میکنم یا تشکری میکنم. ich bedanke mich für das geschenk. یا مثلا warten auf، ich warte auf dich، یا ich möchte auf dich gerne warten، ما دوست دارم که مایل هستم که منتظر شما بمانم. و مثالاش هم براتون فقط یک مختصر تشریح کردم چون وقت زیاد میگیره. خب فست پروپوزیشنن، زبان آلمانی هر حالت از خود حروف اضافه داره، اصلا آکوزاتیو حروف اضافه خود داره، داتیو هم همچنان، نومیناتیو هم همچنان و گینیتیو هم همچنان. یک بخش دیگریست که وکسل پروپوزیشن میگه که او را برای شما در یک ویدیو قبلی و در یوتیوب گذاشته، میتونین که اونجا مراجعه بکنین. وکسل پروپوزیشن و نمو حروف اضافه است که هم آکوزاتیو میشه و هم داتیو میشه. اما بعضی حروف اضافه دیگه وجود داره که 100% خاص برای آکوزاتیو و خاص برای داتیو استفاده شده، که در اینجا حروف اضافه که خاص 100% مربوط به آکوزاتیو میشه براتون ذکر کردیم. بس بیس، اوم، دور، فیو، انتلانگ، گیگن، اونه، په و سو ویتر. چند
حرف اضافه دیگه هم هست که قدر استفاده نمیشه، اما تا این حروفی که براتون ما ذکر کردیم این استفاده خیلی زیاد داره، هم به گفتار و هم در نوشتار، خصوصا در مجلات زیاد دیده میشه. مثالاش هم اینجا براتون ما ذکر کردیم، مثلا بس نکست ووخ میگیم، جمله شب از مطابقش خود شما پر بکنن هر چیزی که منویسین، مثلا بس نکست ووخ میشتی مثلا لعنن تا هفته بعدی میخوایم که ما بخوانم یا مطالعه داشته باشم. امر رقم انت لانگ دی شتراس انت لانگ گیگن ماین انتشایدونگ دورخ دن پارک فور دن مان اون داینی هیلفه. ببینین اسم هایی که بعد از این حروف اضافه استفاده شده آرتیکلاش تمامش آکوزاتیو شده، مثلا ووخ است دی ووخ است نکست ووخ شده، یا اشتراسه است دی اشتراسه انت لانگ شده، یا گیگن ماین انشایدونگ انشایدونگ آرتیکلش دی است که میشه ماینه، و پارک هم آرتیکلش دیر است که دورخ دن پارک، و من هم که میفهمم آرتیکلش دیر است فیود من، و هیلفه هم آرتیکلش دی است که داینه یا ماینه یا زینه هیلفه میشم. این هم شد سه بخش خیلی مهمه که آکوزاتیو ساز هستن، 100% آکوزاتیو ساز هستن. وربن و افعال وجود داره که خاص مربوط آکوزاتیو میشم، و افعال با حروف اضافه یک جا فکس استفاده شده ای هستن که یا هم آکوزاتیو ساز هستن، و حروف اضافه ای که مختص بر آکوزاتیو هست اینجا هم براتون نوشته کردیم، با مثالاش میتونید شما مطالعه بکنین. خب برنامه ما همیشه به تمام میرسم، خواستم 10 دقیقه براتون بسازم این برنامه را که 16-17 دقیقه شد. از حوصله مندی شما یک جهان سپاس. لطفاً اگر دوست داشتین که از ما بیشتر بشنوین، چینل راستکرافت را ابونین بکنین یا سابسکرایب بکنین یا عضو شوین، نظریاتتان را سوالاتتان را کامنتین بکنین یا بنویسین، با ما در شریک با ما شریک بسازین، و خود ویدیو را لایک کنین و ویدیو را بر دوستایتان هم بفرستین تا اونا هم از این ویدیو مستفید شوند و سوا چینل ما را سابسکرایب کنند. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خداوند یار و مددگار شما.